بگو. سلام آقا. آقا قرار شد تکلیف این دوتا روشن کنی. بالاخره چی کار باید باشون کنم؟ میام اونجا بهتون میگم. باشه چشم آقا. ببین موزه باش، این آدم ها قلتاقن، پول مول تو حسابشون نیست، یا گولشون رو نخورین. رو چشم، خیالتون راحت آقا. هر خبر رو به کارت بگم. درست پوشش بزن، درست پوشش بزن. از صابر کلی واحد ها، از صابر کلی واحد ها سریع وارد عمل بشه. بگو چه شده؟ لو رفتیم آقا. چی؟ میگم لو رفتیم. پلیس اینجا. کی این کارو کرده؟ نمیدونم، خبر ندارم. پس چجوری لو رفته؟ منم مثل شما نمیدونم آقا. پویا کجاست؟ چی کار داری میکنی؟ دو نفر سمت راست، دو نفر سمت چپ، پشو بروند. کنارش از مرکز صابر، مرکز خانیم همتر اعلام بکنم، برنگیری مرم صابر مرکز، پیام دریافت شد.
بچه ها یه لحظه بیان اینجا آقای کارگر ها یه لحظه جمع شید بیان جلو تره کمی یکم بیان جلو اون کارها رو برکن بیان اینجا کارت داره بالا ببینید آقای یه مشکلی پیش اومده مجبوریم چند روزی کارخونه رو تعطیل بکنید بعدن همه چی رو به تو توضیح میدن شما فقط محبت بکنید شما به جای میدونم ازم به جای این صحبت ها برید لباساتون در بیارید وسایلتون رو بردین برید تا اطلاع ثانوی تو خبر میدید بفرم آقایون جلسه تشریف بیارید کار تعطیله همه میتونید برید خونه. چه اتفاقی؟ آقای سجادی به کارگرها ابلاغ کنی بله. بگید از فردا هیچ کس لازم نیست کار کنه بیاد کار تعطیله. بعدا براتون بهتون میگم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. آقایون گفتم که مشکلی نیستش دیگه من خدمتتون گفتم گوش نمیدی. میگم این کارخونه تنها متعلق به آقای مفخم که نیستش که در هر صورت باقی شرکا تصمیم به این گرفتن که کارتون رو ادامه بدید الان اصلا مشکلی نیستش که الان برگردین سر کارتون بشستیم به کارآقارتون آقا خیارم راحت به شما این حرفا نباشه آقا راحت شما در امان من رو بزنید خدا خیرتون برید آقایون الو سیما تویی؟ سلام سعید تو چیزی به آذر گفتی؟ نه چطور مگه؟ هیچی بابا رفته خونه گرفته دارن از اینجا جمع میکنن میرن این بچه هم داره با خودش میبره خیلی خوب من بعدم میام در این مورد صحبت میکنیم کی میای تو؟ من نمیدونم الان که خیلی گرفتارم شایدم دو سه روز نیام یعنی چی؟ ببینم اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نیست خیالت جمع حالا میام مفصل برای تعریف میکنم چی؟ فعلا خداحافظ خیلی خوب باشه خداحافظ قربون این چشمه خوشگلت برم ماما سیما خیلی خیلی دلم برای تنگ میشه عزیز دلم منم دلم برای تو تنگ میشه اوه چرا داری گریه میکنی گریه نکنم گریه نمیکنم ماما جان گریه نمیکنم نمیتونم یه چیزی یه هایی رفت تو چشمم عزیز دلم قربونت برم مادر دیگه ما در جدی جدی داریم میری ها باید برم دیگه مامان جان تکلیف میلاد چی میشه فعلا که خبر ندارم اما باید برم دادگاه سر بزنم خب توجه به اینکه همکاری هم کرده مطمئن باشه یه تخفیفی بهش میدن اگه کاری چیزی خواستی چه میدونم کم و کسری بود به من زنگ بزن دیگه
حتما. میگم مامان جونم مطمئن باش بابا اخلاقش خیلی بدتر میشه. من میترسم این خونه رو برات بکنه جهنم. تو مطمئنی با ما نمیای؟ نه مادر، یوم دارم باهاش زندگی میکنم. همیشه که اینطوری نبوده قربونت برم. زن تازگی ها اینجوری شده. درست میشه. آقا یه زحمتی بکشید اینو بذارید داخل ماشین شما. خدا حافظ قربونت برم، فدات شم، منم دلم برای تنگ میشه. برو سوار ماشین. پنجشنبه جمعه پیش خودم میام. قربونت برم. مواظب خودتو این بچه باشی بابا. اگه یه وقت نظرت عوض شد بگو بیام دنبالت. باش دلت نگیره تو خونه. دلم که همیشه میگیره مادر جون. چیکارش کنم؟ برو به سلامت. آقا تو رو خدا با احتیاط بری. دست شما درد نکنه. آبا جونم. قربونت برم مامان جونم. چی شده؟ ببینی آقا امیر، تو بابات کار رو به اینجا رسوندی. ما رسوندی؟ پس من رسوندم. بابات داره همیشه نقشه میکشه برای اینکه اینجا رو تصاحب کنه، شرکت بالا بکشه، ولی اقول ما یه پیغام بهش بده بگو اون روز رو نمیبینی. شما میدونی میلاد کجاست مگه نه؟ تو چیکار داری به میلاد؟ برای چی نگران اون هستی؟ اگه میخوای بدونی الان پلیس رفته بالا سرش، تا چند لحظه دیگه هم میرسن اینجا. وقتی پای سند و مدرک کارخونه پیش بیاد پای تو هم گیره. میدونه برای اون روز آمدم، در صورت یه اشتباهی انجام دادم باید تاوانشو پس بدم. معلومه که باید تاوانشو پس بدی، ولی که لیاقتشو نداشتی. تو میتونستی به جایی خیلی بالاتر برسی ولی خودت نخواستی. با دستاتون زدین همه چیو خراب کردی، همه چیو با آتیش کشوندی. مشکل اینجاست که شما نمیخوای با واقعیت مواجه بشی. اگه از روز اول همه چیزو قبول میکردین کار به اینجا نمیکشید. واقعیت؟ واقعیت اینه که شما همه به من خیانت کردی. تو، بابات، خانوادت، پویا، حتی پویا، همینطور بچه های خود من. من اینجا رو با دستای خودم ساختم. اگه شده با دستای خودم هم خرابش میکنم، ولی نمیذارم سودش تو جیب شما ها بره. اینو گفتم که بزنید که من بودستم. من بودستم شب نازدی داری چیم؟ چهله؟ نه نظیر سایت میشه نشست، نه افتاد شست، نه افتاد. سلام بابا، سلام بابا، بابا چه خوشگرش بود، چه خوشگرش بود. هوه اصراف هوه الهی من قربونه تو برم. تا یه حرفی میزنم به تیره چه قبای همه تون برجو خواهد. ایوای آزاد برم قیدی، آزاد برم قیدی میخون. Thank you.
الو 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 جانم بگو سپران میشتمم بگو خودتی گوش کن ببین چی میگم بگو من بعد جوری تو مخمصه افتادم ای داده ببین یه بابایی بود که آدم رد میکرد اونور مرز او از دوستامه گارده خب زمینی هوایی حالا فرق نمیکنه دریایی هوایی زمینی فقط مطمئن باشه مطمئنه نگران نباشه بده شماره منو بهش بده بای شماره تو رو واسه چی بدم تو شماره رو بهش بده با هم تماس بگیره دیگه بله خب مستقیم خودش با تماس بگیره بهش میده باشه دیگه هزینه چی میشه باشه هر چقدر بشه بهش میدم بابا جان آبرو رو نبری هزینه داره اینا خیلی خوب جبران میکنه خیلی خوب من بهش خبر منتظرم نگران نباش شما باز داشتی درود بانو خوبی اومدم شرکت نبودی آره بهم گفت ببین یه سری مدارک خیلی مهم هست همه شون ریختن روی فلش اگه یه وقت اتفاقی برام افتاد اینا رو برسون دست حاج محسن میترسن سعید کار دستم بده من یکی دو روزی باید برم خودم رو گم و گور کنم حالا بهت توضیح میدم میگم بله آقای مفخم هستم بفهمی من از طرف سپهران باهاتون تماس میگیرم بله منتظرتون بودم شنیدم شما هم جلای وطن کردی حالا من کاری ندارم شما چی کار میخوای بکنی یا واسه چی میخوای بری منتها یه خورده خرجش بالاست هرچی باشه میپردازم پس خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم یه آدرس میدم میای اونجا نه ماشین همراهت میاری نه گوشیت تنها چیزی که باید همراهت باشه فقط پوله یعنی خیالم تخت باشه؟ خیالت راحت یه نیسان میفرستم سوار میشی میایی به اون آدرسی که بهش دادم خداحافظ
کسی اینجا نیست؟ آقای مفخم؟ بله خودم هستم. پولا رو آوردی؟ بله اینجاست. ببینی؟ فکرشو نمی کردم دوباره ببینم ات. منم فکرشو نمی کردم. چه خوبه که هستی. می بینی چی فکر می کردم. همیشه اونجوری که آدم دوست داره اتفاق نمیفته. قبول دارم. کی بهت خبر داد؟ خبرها میرسه دیگه. خودم هم بعد از شنیدن ماجرای سعید مفخم باورم نمیشه. آقا جون تیرش خطا رفت. من زنده موندم. فکر کنم وقتش رسیده که دیگه مدل زندگی تو عوض کنی. آره قبول دارم. بعد آب خونک پیر نشو لعنتی. پیر نشو. شانس آوردی زنده موندی. در واقع زندگی اینجا یه روی خوش به ما نشون داد بانو. بعد از تموم شدن این ماجراها اومدی بیرون به من یه زنگ بزن. یعنی دیگه نمیخوای بیای اونور ملاقاتی؟ با من تماس بگیر بانو. فرصت کردی سری به خاطرات من بزن. کسی هست که در میان آنها هر روز غبار از خیالت میگیرد و چشم راه تو هست. پسه
سلام. دوباره نظر شور زد تزدار رسید، دیگاه رو علم کردیم، همه دور هم جمع شدیم. واقعا جاد خالیه یا نه؟ شاید هم جای من اونجا خالیه. اومدم شور زد رو هم بزنم، دیدم تو اونجا وایستادی. نیت کردی حاجت روا شدی. نمیدونم من چرا هرچی نیت میکنم بالای ما رو به حساب نمیاره. یه دعایی برای ما بکن و سلامتی تو اون بر پارتی هم هایی. به فرهاد که نگاه میکنم میبینم روز به روز بیشتر داره شبیه تو میشه. الان که دارم روی موتور میبینمت دوباره بیشتر دلم هواتو کرد. عباس قولی که بهت دادم قوله. دست درد نکنه. دست شما درد. مامان کم نیست؟ نه ماما، برای چی کم باشه؟ بعد از این همه سال یه چشم من اندازه است. کم رنگ نشه آبرو حیثیتون بره. نه امیر، مامان برو اون ظرفای یگان مصرف رو بیار، ملاقه بده فرگون هم بزنه. بفرد برو بذارم. امه الان وقتشه، هم بزن نیت کن. ولی امیر جون این شلو زرد تو شلو زرد های سالای دیگه خیلی متفاوته. چطور؟ از عطر و بوش معلومه. قربون امام حسین برم، لطف و نگاه خودشونه. انشالله عمری باشه سال دیگه همین موقع همه دی دور هم جمع بشیم و دوباره این از دیرو بپسیم. انشالله خدا یا با امیده تو هم بزن. فرگوت من برم خلال پسته و بادوم رو بیارم، تو مدام هم بزن. امه تنگیره ها، خیالتون راحت بشه. همینجا من رفتم، الان برمی کردم. چش دستتون درد نکنه، زحمت کشید. قبول باشه، قبول باشه، حق باشه. کاش خانم اینا قرار بود بیان. چی شد؟ والا مادر امروز وقت آنژیو داشت، خواهرم بردتش بیمارستان. اون الان دلش اینجاست. میدونید که مادر هیچ موقع مراسم امام حسین رو از دست نمیده. انشالله خدا هرچه زودتر سلامتی بده و ببینهشون. براشون توی ظرف میریزم ببرید، فراموش نکنید. خواهش میکنم، با اجازه. سلام علیکم. سلام. چه عجب، بحبه ماما خانوم. زحمت کشیدید، چون قد دیر. واقعیتش این که آوازو خواب موندم.
نه بابا داره شوخی میکنه، حقیقتش ترافیک بود، باعث شد دیگه ما دیر بیایم، ولی اومدیم که کمک کنیم، ما یعنی دیگ بود بشوریم، اصلا جابجا کنیم، هر چی شما دستور بدید. ممنون، دستتون درد نکنه، ولی همچین یه کوچولو زود اومدید، همه کارا رو انجام دادم. بفرمایید. شما بفرمایید پای دیگ هم بزنید، نیت کنید، منم الان میام. چشم، باجز. بفرمایید. مامان من برم خراب حس بادوما رو بیارم. بیام کمک کنم. نه پداشم کاری نیست. باشه، فقط بابا کجاست؟ تای گلخون است. الان میام. با هم یه نیتی کرده بودیم. برام دعا کن. تو خیلی به من نزدیک بودی. قشنگ منو میفهمیدی. هر چی فکر میکنم که چی کار کردم که حاجت روا نمیشم نمیدونم. شاید تو نگران فر بودی. آره فر بودم دیگه بزرگ شده. برام دعا کن عباس، برام دعا کن. نثار روح شهدای کربلا صلوات. آمین. صلی علی محمد و آل محمد. ثوابش برسه به روح همه گذشته رفتگان و اسیران خاک. بر محمد و آل محمد صلوات. آمین. صلی علی محمد و آل محمد. خوش خیلی زحمت کشیدین. چرا صدا مو دردتون خوب همونیه؟ اینجوری راحت تره. خب قبول باشه، قبول باشه خانم. قبول حق قبول باشه واقعا. قبول ان شاء الله اجرتون بر ما موسی. الهی ان شاء الله. بابا بابا همین میای سر دیگه یه دونه عکس یادگاری بندازین. آره بابا پاشین میای. پاشین میای. دلش خوبه. یه دلش خوبه پاشین میای. پاشین میای. بفرمایید بفرمایید. پاشین میای. همگی تشریف بیارین. عمو تو که دوربین ندارین. داره. داری. بله. عمو یه خورده برو عقب‌تر. آه. نه خوبه آزاد یکم بیا اینورتر اون که کم لبخند بزن. آها خوب شد. یک دو سه.